Bismillahir Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadaqallahu al-azim. Bininda wa shaminda ya barnamij Sabah Quran az shabakaye jahaniye Radyabi Khurshid. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jumay shoma ba khair. Umidvaram khosh bashin wa khoshi ha az an shoma. Khoshhal hastim baz ham ma be shir sirat ba taqdim-e barnama ta yak saat be gune zinde در خدمت شما هستم متمنا میبرم باشین و استفاده کنین. آقای دکتر مفتی محمد ولی حنیف استاد دانشگاه هستن با ما. حضور شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید. تشکر زنده باشید. شما با سلامت. تشکر. خب دوستای عزیز تا نیم ساعت اول میتونین که شما تماس بگیرین به برنامه سوالی که داشتین موقعیت خوب اختیار کرده بپرسین بر از اینکه همکارای بخش صدا از طاق فرمان تماس شما را با ما وصل میکنه مستقیم برین به طرف طرح سوالتان و سوالتان را مطرح کنین او هم کوتاه و آرزوی شنیدن آواز مبارکتان بر فیلنس تلویزیون نداشته باشین بعد از اینکه برنامه قطع میشه تماس شما قطع میشه میتونین که جوابتان داشته باشین بشنوین و بعدش در تکرار برنامه فردا روز شنبه ساعت 5 تا 6 صبح تکرار اول و روز پنجشنبه ساعت 1 تا 2 پس از چاش تکرار دوم هست میشه که آواز مبارکه اونجا داشته باشین و بشنوین صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن با نزدیک به 37000 لایک در خدمت شما هست و همچنان شماره تماس واتساپ ما بر فعلا میتونه پیام های کتبی شما را داشته باشه 0782224717 ختم برنامه پیام صوتی و اگر تماس هم بگیرید ما در خدمت شما هستیم و پاسخگوی انشاءالله نیازمندی های شریع شما سوالاتی که در جریان هفته به دست قرار گرفته از جناب استاد میپرسیم سوالی که استاد 3 هفته قبل پرسیده شده بود در مورد نکای متعه یکی از عزیزای ما معلومات خواستن بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم فقهای اسلام میگن نکای متعه نارواز حرام است باطل است در صدر اسلام از دو حدیثی است از سلمه رضی الله عنها روایت میکنن که پیغمبر اسلام بر یک چند روز 3 روز تقریبا در عام اوتاس دو چیز حلال دانستند یکی نکای متعه بود و یکی خوردن گوشت مرکب بعدا پیغمبر نهی کرد در دیگه حدیث شریف از حضرت علی رضی الله عنه روایت است قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن المتعه عام خیبر متفق علیه که پیغمبر اسلام از نکای متعه که قبلا بر یک چند روز محدود روی مصلحت ها ضرورت صحابه کرام و مردم امت اسلامی جواز داده بود بعدن به مو حدیث پیغمبر که جواز داده بود امی دو چیز پس حرام گردانید که متعرم قبل از در عام خیبر پیش از فتح خیبر حرام قرار دانید و همچنان خوردن گوشت مرکب امور اهلیه بنان نظر علمای اهل سنت و جماعتی است که نکای متعه همین خود متعه را کمی توضیح بدید جناب استاد متعه یعنی اصل و فلسفه نکاح چی است که نکای دائمی باشه زوجین و نکارم که میکنن روی اهداف به خاطر اهدای سنت به خاطر عفت پاک دامنی زوجین به خاطر توالد و تناسل پیغمبر گفته تزوجوا الولود الولود فإن مکاسر بكم الامم یک انسان که نکاح میکنه به شکل دائمی تا وقتی که مو مرد زن زنده است مو عبدالعبد جوره یا زوجین میباشن بنان نکاح متعه یعنی نکاح معقد برای چند روز نکاح معقد در نزد تمام علمای اهل سنت والجماعت نظر به احادیث پیغمبر اسلام نظر به اساسات و اصول آیات قرآن کریم ناجایز است حرام است و فقه جعفریم در بعضی کتابایشان که نمشته است و هم یک پنج شش ده شرط شرایط داره اطعام نیز بر هر کس و در اینجا مذهب فقه جعفری از لحاظ دلایل عقلی نقلی ضعیف است بهتری است که باید اجتناب شد بله هم جرمی اجناب بله. ساعت کال 3 روز یا 4 روز باید خانم نکاح کو بعدش او طلاق بده و فعلا ببینین فقهای اهل سنت می فقه حنفی و دیگر مذاهب کاربرد داره بله. فقه جعفری در این موضوع ضعیف است باید بهتری است که باید اجتناب شد عفت و پاک دامنی یک خانم میبینیم عزتش به حساب اما حقوقش آیندهش همه مسائل که ریسرج و تحقیق بکنیم از لحاظ عقلم این را به عدم جوازش دلالت میکنه وجود شما با سلامت تشکر سوالی داشتیم یکی از نوجوانا پرسیده بودن در صفحه فیسبوک فرق بین سنت و حدیث چی است پیش از اینکه شما پاسخ بگین با جوز جان بریم و پیش از جوز جان رفتن ما معذرت بخوایم از خواهر دیانا فرصت زیادی را منتظر ماندن و من خواستم صحبت های استاد قطع شود چون در جان جواب بودن دوباره تماس بگیریم خواهر اگر تماس شما را هم کارا گرفتن وصل شد ما در خدمت شما هستیم بله فرما برادر بله مالاشه خو...
السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله، بفرما. ياك سوال لو شي معنى زي. اه ده ختمات بفرما. دين روز ده تلوزين ياك معنى زي بقفت كي كت قلوغة مستنجا ميشا، كت قوغازة مستنجا ميشا، که تا آوا اگه بکوین خوب ترس نباشه استنجا میشه گفت یک خوار ما پرسان کرده امرا از ما پرسان میکرد تشکر اگر سوال گرفتین اگر کاغذ تشنه آب نمی باشه دو تای دیگر موردی را که هم گفتن کلاخ و کاغذ تشنه هم میتونه جا گذین شما درست هست؟ استنجا میشن در موعد قرآن کریم فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المطهرین در فضیلت و مناقب مسلمانایی که در اهل قبا بودن آیت نازل شدن اونا وقتی که رفع حاجت میکردن با قلوخ استنجا میکردن بعد از اونها با آب استفاده میکردن بازی نمی روششان خدا تأیید کردن بناً کمال احتیاطی است که هم از قلوخ یا کاغذ تشناب استفاده میکنیم بعداً با آب هم استفاده شوه بهتر است و همچنان به صحت هم مفیدتر است اگر آب استفاده نشد چطور بخیر؟ در صورتی که به حساب اگر بدن انسان ملوث به نجاست نباشه پاکیز شده باشه اشکال نداره اما بهتر دیعت است از لحاظی که شریعت هم تایید کرده با آب شسته شه و یک و دیگه در مسائل مفید است برای خیلی تکالیف بواسیر و غیره بایست تشکر مهتاب روی خط تلفن هست بله بفرمایید سلام علیکم خوب هستم برادر شما با سلامت بفرمایید من به مخاطر نخواهر گفتم نه برادر چی نام مشترک هست بفرمایید تشکر. میخواستم آن از برنامه زیبایتان تشکری کنم. شما بسیار برنامه خوب است همیشه. برنامه تان میبینم. و یک سوال داشتم از جناب مفتی صاحب. امین شوهر ما همیشه میگه که مرا مثلا چاپیکو یا مساج بده خسته استم. ولی همیشه چکر میره ساعت خدا تیر میکنه. ما برش میگم که نمیکنم. آیا ما مرتکب گناه میشم؟ کار بسیار خوب میگی نه ولی همه بیتفاوت نباید چاپی شود. سلامت باشید. بفرمایید. سوال قبلی به حساب سه اصطلاح محدثین کرام سنت حدیث اثر خبر این مسائل علمی است که علمای مبادی حدیث مصطلحات الحدیث در کتاب های نمشته کردن که آیا سنت حدیث اثر و خبر این چهار اصطلاح هم معنا هستن یا فرق دارن باز محدثین که تحقیق میگن و میگه سنت تمام اقوال و افعال و تقریرات پیغمبر اسلام عبارت از سنت است و حدیث باز حدیث خبر پیغمبران باشه صحابه هم تابعین به کل شامل است ما خبر حدیث مرفوع داریم که نسبت سند حدیث به پیغمبر رسیده باشه و حدیث موقوف داریم که سند حدیث به صحابه رسیده باشه و حدیث موقوف که مقطوع که به تابعی رسیده باشه و اثر اثری که هم به حدیث اطلاق میشه خو هم اکثرا اثر اقوال صحابه کرام و خبر هم گپ پیغمبر گفتم و هم گپ غیر از پیغمبر خب بهترش این است که سنت وقتی که ما میگیم اطلاق سنت عبارت از قول و فعل و تقریرات پیغمبر اسلام او عبارت از سنت است که یک مصدر دوم است تشریع اسلامی است سلامت سال خواهر مهتاب خواهر ببینین بعد از خدا و پیغمبر اطاعت زوج و ضرور است لازمی است خود در حدی که شریعت تعیین کردن و مسئله پخت و رامشان به تفاکی و نظافت و امو حقوق زوج دارند بالمقابل زوجه حقوق مالی و غیر مالی هر دوشان باید حقوق خود یک دیگر را در نظر بگیرند و ادا بکنند اما بعضی چیزایی را که به حساب خواهر این حقش است که وقتی که نماز شد یک بدنی آبرش بان اوضو بساز برو مسجد تلاوت قرآن کریم بکنه اینی حقش ام امر بالمعروف است ام نهی المنکر در صورتی که اگر به حساب مریض بود تکلیف داشت و مرد لباس زن است و زن لباس مرد است هن لباس لکم و انتم لباس اما در عام اوقات کیره وظیفه بدانه به شما بس دیگه وظیفه و او هم یک شوهر چکری باشه که یک روز خانه نباشه بود بی تفاوت باشه دیگه خب خواهر گرامی استاد گفتن تمام جواره بشه باز هم اگر نیاز بود ما در خدمت شما هستیم در خدمت حل سوالاتتان خواهری پرسیده بودن جناب استاد که همین شرکت های خصوصی تجارتی در بعضی از دفاتر بر کارمندایش
کمک میکنه، یا پول نقد یا وسایل، و این وسایل میارن و کارمندا بانک کلشان ماش هم دارن این میگیرن. گفتن این خواهر سوالشان این است که شاید کسایی که میگیرن مستحق امی دریافت زکات نباشن، به خاطر اینکه ماش دارن، امکانات دارن، شاید خانه هم داشته باشن. گرفتن از این اموال چگونه هست؟ آیا شرطی داره؟ اجازه میتونه میده؟ پیش از اینکه پاسخ بگین، تماسی دارین یکی از خواهرها؟ حفیظ جان اسمشان را گفتین؟ نرگس خواهر، برای بفرما خواهر گرامی. بله، السلام علیکم. علیکم السلام. سلامت باشین مولوی صاحب، هم خوب است، ما هم خوب است. بفرمایید. یک سوال داشتم مولوی صاحب. بفرمایید. مولوی صاحب، من یکی نه مامای مسجد که بعد بگوی، من میشه در خانه این تو خانه خود دعو میزنه، مادر خود دعو میزنه، خوار خود دعو میزنه، تو بی اعتبار هستی. خب. ما گفتم اگه درباره شان یک مولوی صاحب یک مشوره بده، هیچ سر خانه خود اعتبار نداره، سر هیچ کس نداره اعتبار، همیشه دعو میزنه. سلامت باشین، تشکر. کوشش کنین که به امور خانه خود بیشتر رسیدگی کنین تا ای که به خانه ماماها. افغانستان یک مشکل جدی هم همی است. ما دی سوالات امروز دارم جناب استاد، که یکی از برادرها حتی خواهری سوال کرده بودن که حتی گپشان به فسخ نکاح رسیده، به خاطری که پدر و مادر هر دو در امورات شخصی دوتا دست میزنن و این سبب جنجال شده. سوال گرفتی این و سوال قبلی هم من مطرح کرده بودم، مرکز مشک میتونیم در مورد شرکت های خصوصی کمک میکنن. از نقطه نظر شریعت خداوند کریم توفیق به تعالی امور ما را که موضوع زکات جبری بسازه، نظام جور بکنن که زکات جبری باشه، مثل تکس مالیات موبایل میگیرن اونا مام زجه. این حق شرعی است. گپ خدا و رسول است، خود من اموالهم صدقتا تو طهرهم و تو زکیم. و تالی که دولت نظام نداره که عاید سالانی هر کس معلوم باشه، دیتاویس نداره فقیر و مسکین ما معلوم باشه، بنان مسئولیت فردی هر مسلمان است وقتی که زکات صاحب نصاب شد. اما 20 مثقال طلا که معادل 85 گرام گرام افغانی ما میشه طلا، یا 1,70,000 80,000 افغانی میشه، یا 200 درهم شریک 595 گرام نقره میشه. هر کسی که صاحب نصاب بود سر زکات لازم است. برای کی بدن؟ در قرآن کریم سوره توبه آیت انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها مستحقین زکات ذکر است. فقیر، مسکین، یتیم، بیوه، مسافر، طالب علم به حساب و اینها به حساب داده شه. اگر یک شرکتی که با کارمندای خود من حیث زکات میتن، در صورتی که کارمندایشان مستحق باشه، مستحق چی مانا؟ که صاحب نصاب نباشه، 1,60,000 70,000 در بانک نداشته باشن، از هایج اصلیشان هوایج اصلیشان اضافه نباشه، در اون صورت یک بابخانه برای هر کس ضرورت، در جملات ضرورت اولیشان از صبح مصاب غنی شمرده نمیشه. در صورتی که کارمندایشان مستحقین زکات باشن، زکاتش میشه. خب فرض کنیم یک کس مستحق نبود و دمی اداره کار میکرد، آوردن برش دادن، باز اون من حیث شریع حکم چی هست که باید همو برادر بگوین که ما مستحق زکات نیستم، به یک کس دیگه که مستحق است به اونها داده شد. وجود شما با سلامت. خب سوال خواهر هم هست، اما بریم یک بار به تخار. زکی برادر خط تلفن هست. بله بفرما برادر گرامی. بله السلام علیکم. علیک السلام و رحمت الله. بفرمایید. امی بله، از مولای سیب یک سوال داشتم. خواه بفرمایید. زکی جان وقت زینک بفرما. منتظر ماندین، تماس شما را همکاری ما قطع کرد و این اصول نیست خواهم، چون فرصت کم هست، تعداد سوالات بسیار زیاد هست، مستقیم برین به طرح سوالاتتان تا از یه وقت جلوگیری شود. خواهر که پرسیدن در مورد مامایشان، در قرآن کریم سپاره چهارم سوره نساء آیت 19 خداوند کریم به مردا امر میکنه و عاشروهن بالمعروف، از خدا حیا بکنین، حسن معاشره را با خانما و ازواجتان مراعات بکنین، اخلاق اسلامی را و حسن معاشره را از پیغمبر گرامی اسلام یاد بگیرین که با ازواج مطهرات با دخترای خود چی نوع برخورد میکرد. و یکی از تقاضای ایمان از مسلمانی است که اخلاق اسلامی داشته باشه. اما مکارم اخلاق پیغمبر درس عفو، گذشت، احترام متقابل، امانتداری، صداقت
و در حدیث پیغمبر میگه المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یدی. مؤمن کامل کسی است که دیگرا از شر آزار و اذیت دست و زبانش به امن باشه. و در خصوصا در پیغمبر اسلام میگه اکثر کسایی که بهشت میرن در نتیجه حسن اخلاق و تقوا. و بهترین شما کسی است که به اهل خود حسن خلق داشته باشه و ما بهترین شما هست الگو نمونه. دیگه بعضی برادرها را خدا هدایت بکنه در بیرون که از بیرون از خانه فرشته می باشن توتی اخلاق ولیکن در خانه مرچ سرخ. این دیگه تقاضای ما نیست. باید حسن انسانه بودید. شما با سلامتی یک سوال پلی می کنم از واتساپ. برادر از ایران پرسیده بودن. سلام علیکم. سلام به جناب سیرت و مفتی صاحب. سوال اول ما این بود که ما در ایران هستیم، اینجا از آن گفته می شود بعضی موقع شنه بشم از آن شیعه، یعنی سنی اینجا نیست، از آن سنی نیست، ما با می از آن شیعه نماز بخوریم، می شود خدمان جدا کنه از آن بگوییم بعد نماز بخوریم. سلامت برادر گرامی. دو سوال دیگه تان هفته بعد انشاءالله پلی میکنم. از هر برادر خواهر اگر ما یک سوال بتاریم گرفته او هم انشاءالله بسیار زیاد هست. دو سوال دیگه تان باشه برای هفته بعد. تماسی را میگیریم بعدش با سوالی که برادر به ایران برمیگردیم و جواب تماسی را که اکنون میگیریم. بله بفرمایید. بله آزمه دارین؟ بله بفرمایید برادر. بله سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرما. میشه این برادر جان؟ بله. خب دوست عزیز وقتی که همکارا تماس شما را با ما وصل میکنن بی به طرح سوالتان چون مشکل ایجاد میکنه. ما هم بله میگم شما هم بله میگین باز دچار مشکل میشیم. خب سوالی که از برادر بود از در قسمت اذان. به تمام کشورهای اسلامی خصوصا سیاسونشان لازم است که حقوق اقلیت ها را در نظر بگیرن. بله. از لحاظ شریع فقه اسلامی و از لحاظ حقوق روابط بین الدول حقوق بین الملل خصوصی هم اقلیتایی که در هر دین و مذهب باشن باید در اساس قانون اونا را اجازه ای که در اون مناسک دینی خود به شکل آزادانه است کار بکنن. و این ضرور است که در هر جایی که اهل تسنن است یا اهل تشیع است باید مطابق مذهب خود طریقه خود و مشاعر دین خود باید ادا بکنن. در کشور اسلامی ایران در صورتی که اگر مساجد اهل سنت باشن این برادر در اونجا اشتراک بکنن نماز بخوانن. و ایر نظام وقت هم باید این شرایط بر مردم مساعد بسازه. وظیفهشان است از لحاظ شرعی و عقلی و حقوقی و قوانین بین الدول. در صورتی که اگر مساجد اهل سنت نباشه آزان به حساب یک نفس اعلان است. شما دارالاسلام چیز ملک ملک خدای ماست. در هر جایی که باشه نمازتان را بخوانین. ولیکن کوشش کنین که در مسجد اهل سنت باشه در اونجا برین به اون مذهب و طریقه خود. و اگر اونا نباشن شما به موازان مسجد اهل تشیع میتونه خو اوقات شرط است. بله. وقت در نظر بگیرین که وقت مکروه نباشد و وقت معینش که مستحب است. این صلات کانت علی المؤمن کتاب موقوتا در وقت ادا شود. سلامت باشین. خب همکارا چند فرصت دقیقه شما تماس نگیرین اگر بتونیم سوالاتی را که داریم بپرسیم به چند تایش پاسخ داده شود. خواهری پرسیدن جناب استاد پیام بسیار طولانی بود. گفتن این خواهر گفتن که من نامزاد هستم و بنابر مداخله دو طرف فامیلا مداخله کردن در زندگی شخصی خودش و نامزدش. حالا گپ به فسخ رسیده و همین روابط هم کاملا آل بین دو تا تیره شده. میخوان که فسخ کنن. گفتن آیا این فسخ امکان پذیر هست نیست و شریعت حکمش چی است؟ کوتاه اگر ببینید در فقه اسلامی ماست و در قانون مدنی ماده 61 و 63 است که دوره نامزادی یک دوره آزمایشی است. دوره شناخت است. در صورتی که نکاح نشده باشه ایجاب و قبول نشده باشه بین زمی پسر و دختر میتونن فسخ بکنن. فسخ چی مونه که هیچ آثار حقوقی فقهی ندارن. موضوع به طلاق و مهر و چیزا هیچ نیاز نداره. سنگ از سر سنگ بانن و طرف رای خود بگیرن این طرف رای خود. اما اگر در صورتی که ایجاب و قبول شده باشه در عرف ما شما نیم نکاح مروج است. اما نیم نکاح پرانه کاز با دو صورت یا آثار فقهی و حقوقی داره تا وقتی که پسر او را طلاق نده و خانم طلاق نمیشه و یک طلاق بدن که طلاق داد باز نصف مهرم برش میده به حساب و تفریق صورت میگیره. استاد امی پسر فرض کنیم طلاق هم نمیده و آدم بد اخلاق هم هست
ایجا خانم چی کنم؟ ببینید در اون صورت باید اول خود در وقتی که انتخاب همسر و زوج صورت میگیرن معیار اسلامی را باید در نظر بگیرن فامیل باید مداخله بکنن پدر و مادر کف سیال انتخاب بکنن به عروس خود به پسر خود در صورتی که باز اونجا که مسئله آزار و اذیت میشه مسئله توهین از به شخصیت خانم یا به پسر باز اونجا مسئله تفریق قضاست ده محکمه میتونن که خانم پیشنهاد طلاق بده. سلامت باشین. خواهری پرسیده بودن جناب استاد که در کجای قرآن کریم گفته شده که خانم حتما باید چادر بپوشه. و گفتن اگر فرض کنیم این خانم چادر بپوشه و شوهر ممانعت میکنه که چادر نپوش چون در کشوری زندگی میکنن که چادر پوشیدن بر گفته خودشان برشان مشکل ایجاد میکنه. در این صورت مسئولیت چی هست؟ ببین خواهر عزیز ایمان 72 مضمون داره. مضمون حجاب شرعی یک مضمون اساسی است مثل که نماز فرض است، حجاب هم فرض است. قرآن کریم سپاره 22 سوره احزاب پیغمبر خدا امر میکنه یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. به ازواج متحراتت، به دخترایت، به تمام زنای مسلمان ها امر بکن که حجاب شرعی را مراد بکنه. این حجاب شرعی تنها چادری افغانی ما نیست. یک لباسی باشه که سر تا پا مستور باشه. بنان حجاب عزت یک خواهر است، عفتش است، آزادی است، حقوق است به حساب. و یه که شوهر میگه چادری و حجاب نبوشی گپ شوهرت باید نکنین از خاطر که در شریعت گفته لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق و خداوند کریم هر چیز قیمتی و زینتی را که پیدا کرده در حجاب حجاب عزت یک خواهر است باید را ادا بکنین. سلامت باشین. سوال نور آقای شیروزی هست گفتن آیا وقتی که در عقب ملا امام در نماز جماعت استاده می باشیم خواندن سوره نظر به مذهب ما که مذهب حنفی هستیم حتمی هست یا نیست؟ از شما در نماز جهری به حساب جهری و خفیه مطابق فقه حنفی قول مشهوری است که خوانده نشه. قرائت امام قرائت مقتدی است. اما امام محمد حسن شیبانی یکی از شاگردای ممتاز امام ابو حنیفه است اونها میگن در نماز جهری خوانده نشه اما در نماز خفیه اگر خوانده شه بهتر است. سلامت باشین. دوستایی که چند سوال در واتساپ روان کردن فعلا این سوالات واگذار میکنیم برای هفته بعد چون فرصت نیست و من نتونستم با صفحه اسلام قرآن سر بزنم. حتما اونجا هم سوالات بسیار زیادی بود و سوالات یک بدست از بود. این هم یک تعدادش مان برای هفته بعد انشاءالله جمعه بعد اگر زنده بودیم و حیات باقی بود در خدمت شما هستیم. وقفه بازرگانی و بعدش اذان زار و افق شهر کابل و باز هم جایگاه و منزلت سنت و مسئولیت ما مسلمان ها در قبال سنت موضوع بحث ما هست. تمنا میبرم با ما باشید. نیم ساعت دیگر هم ما در خدمت شما هستیم. خوش آمدین. اسلام و قرآن را بگونید نامستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شرمنده هستید. دوست عزیز تلاش کردیم که در اکثر سوالا پرسیده شد با آن هم سوالات ارسالی هفته گذشته تا دیروز که ارسال کرده بودین هم باقی مانده که دادش و امروز در جیان برنامه که ارسال کردیم یک خوب باقی مانده مان انشاءالله هفته بعد میپرسیم منتظر باشین پاسختان دریافت کنین. ختم هر برنامه ما برنامه را در صفحه اسلام و قرآن آپلود میکنیم. میشه که اگر برنامه را نبینین در صفحه ببینین تکرار برنامه را فراموش نکنین و اگر برق نبود بر دوستا ایران آگاهی بدین که از طریق رادیو خورشید هم برنامه ما با گونه زنده همزمان نشر میشه روی موج 98.6 خورشید فم. خب دوستای عزیز جایگاه و منزلت سنت در اسلام و مسئولیت امت در برابر سنت موضوع ایما مقتیما هست. آیات 59 تا 65 سوره نساء جزء 5 در ارتباط با موضوع انتخاب شده. میریم به موضوع ما و تمنا میبرم باشین استفاده کنین و بعد از دیدن برنامه باز میشه دوستایی که بر نماز جمعه میرن اشتراک در نماز جمعه کنین. این هم انشاءالله یکی از فرایض الهی است و ما شما را امیدوارستیم خداوند به برکت دست زدن به احکام الهی برسانه به سر منزل مقصود. بفرمایید استاد گرامی ما را تلاوت کنین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يسدون عنك سدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم. سپاس شکران، تشکر شما. بیننده و شنونده برنامه اسلام قرآن با گونه‌ای مستقیم شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید هستید. جایگاه و منزلت سنت در اسلام و مسئولیت امت اسلامی در قبال سنت موضوع این وقتی ما هست. میپردازیم به طرح سؤالات. خب شأن نزول ای آیت مبارک چی است؟ علامه آلوسی در تفسیر روح المعانی به روایت الثعلبی و ابن ابی حاتم به روایت از عبدالله بن عباس روایت میکنن اونا که منافق به نام بشر بودن با یک یهودی در مدینه منازعه داشتن در یک معامله و جار جنجال داشتن. یهودی میخواستن که بیان قضاوت پیش پیغمبر اسلام ببریم، چیزی که پیغمبر قضاوت میکنه ما قبول دارم. و این منافق بشر میگفت نه، پیش پیغمبر اسلام نمیریم، پیش کعب ابن اشرف که یکی از سرداران یهود و سرسخت دشمن پیغمبر و مسلمان ها بود، پیش از اونها میریم. خب بالاخره در نتیجه این منافق هم به این قبول شدن که خیلی میریم پیش پیغمبر اسلام. پیغمبر اسلام در بینشان قضاوت کرد و این منافق ملامت بود. یهودی سلامت بودن، حق بجانب بودن، فیصله را به نفع اونها کردن. با سی منافق گفت من این فیصله را قبول ندارم، خیلی بین پیش حضرت عمر صاحب بریم. پیش حضرت عمر صاحب که رفتن کل جریان قصه را از زبان یهودی شنیدن، باز با منافق گفتن با مبشر که جریان قضیه از این قرار است. گفت بله. گفت خیلی شما یک لحظه منتظر باشین من میایم. از اتاق خودم شمشیر خود آوردن و میسر یهودی را بشره به حساب قطع کرد. گفت هر کسی که فرمان خدا و قضاوت پیغمبر را قبول نکنه یعنی می فیصله ما است. بنان به نام فاروق العظم حضرت عمر فاروق که لفظ لقب فاروق هم که دادن به خاطر دی مناسبه. سلامت. باز ای دوستا امیجا یک تعبیر منفی خدای نخواسته نکنه، نگوین که یک محکمه صحرایی است. نه، ببینن باز امی آیات خداوند کریم باز ورثه مقتول آمد پیش پیغمبر اسلام دعوا کردن که حضرت عمر صاحب بدون موجب شرعی نفر کشته. آیت نازل شد که آدم بشر منافق اصل بودن، کافر بودن و ای حقی را که حضرت عمر صاحبی را قتل کردن، هر کسی که فرمان و قضاوت پیغمبر را قبول نمیکنن، توهین میکنن، استهزا میکنن، امی جزاش. سلامت. بفرمایید پس ترجمه در سیرت بود. آیاتی که تلاوت شد در رابطه با جایگاه و منزلت سنت پیغمبر اسلام و مسئولیت امت اسلامی خصوصا علمای کرام در برابر حفاظت سنت پیغمبر، دفاع از سنت پیغمبر چی است؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله. در آیت اول هم چهار مصادر احکام شرعی را که من حیث دلایل احکام شرعی است به اتفاق علما امت اسلامی که قرآن، سنت، اجماع و قیاس در آیت اشاره شده. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، ای ایمان داران، کسایی که ایمان دارین به خدا، اطاعت خدا را بکنین، یعنی پیروی از قرآن بکنین، و اطیعوا الرسول، اطاعت پیغمبر را بکنین وقتی که حیات داشت، وقتی که رحلت کرد به سنت پیغمبر عمل بکنین، و اولوالامر منکم، و حکام را از شما باشند. چی مانا؟
او پادشاهایتان یا رهبرای سیاسیتان علمای وقتتان در اول الامر منکم باز مفسرین دو توجیه کردن. حضرت عبدالله بن عباس میگن اول الامر مسئله علما و فقهای کرام و ابی هریره است بعض صحابه کرام به این نظر هستن که حکام و پادشاهی که مسلمان باشن از جنس خودتان باشه. خب این تنازعتون فی شیء اگر در کدام اگر شما نزاع داشتین در چیزی یعنی در قضایای زندگیتان در مسائل اجتماعی سیاسی اقتصادی شما رای حلش چی است؟ فردوه الی الله و رسول به طرف خدا و رسول را چی بکنید؟ واپس بگردانید. چی مانه چیزی که خدا و رسول گفته با مطابق از او عمل بکنید. این کنتم به شرط اگر مسلمان باشه تؤمنون بالله واليوم الاخر. تقاضای ایمان از یک مسلمان نیست که هر قضایای زندگیشان در بخش سیاسی و اجتماعی اقتصادی که بین هر مشکلی که بین نسخه های خدایی را تطبیق بکنن که هم مفید است هم مؤثر. نسخه های بیرونی خارجی مفید هم نمی باشه و عوارض جانبی هم داره. ذالک خیر و احسن تاویلا. این امر خوب است و خیلی بهتر است برای شما که در همه قضایای زندگیتان بین به قرآن و حدیث به شریعت چی بکنین عمل بکنین. این خیرتان است و کارهای خلاف شریعت امیرالمومنین باشه یا پادشاه باشه که خلاف شریعت باشه جایز نیست. باز همی داستان بشرت ذکر میکنن. علم تر الی الذین یزعمون در آیت دوم. آیا ندیدی کسانی را که مدعی ان که ایمان آوردن؟ بشر میگفتن در دنیا در ظاهر که ما مسلمان هستم قرآن و حدیث قبول دارم ولیکن در عمل واس فیصله را به حکم پیغمبر نمیکرد پیش یک یهودی میرفت کعب ابن اشرف انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک. اونا عقیده داشتن میگفتن که ما به قرآن هم ایمان داریم و به تورات هم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. میخواهند قضایای خود را معاملات خود را تقدیم به طرف شیطان بکنن. کعب ابن اشرف هم شیطان بود کافر بودن و قد امروا ان یکفروا به و در حالی که خدا امر کرده بود که شما تسلیم نشین به طاغوت. و یرید شیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا و میخواهد شیطان که آنان را گمراه کرده دور کنن. و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله. وقتی که گفته شد به منافقین بین که ما مطابق ما انزل الله قرآن و سنت چی بکنین؟ عمل بکنین، فیصله بکنین. رأیت المنافقین میبینین بعض منافقا را که یسدون عنک سدودا کناره میشون از تو باز ایستاده. یعنی مطابق شریعت عمل نمیکنن پلر وقت زمان میبینن ابن الوقت هستن. فکیف اذا اصابتهم. پس چیگونه باشد وقتی که برسد به اونها مصیبتی بما قدمت ایدیهم در اثر کردارشان مثل بشر فرمان پیغمبر قبول نکرد حضرت عمر صاحب را قتل کرد. قومش ورسیش آمد که چرا این کار شد؟ ثم جاو که احلفون بالله باز می آمدن امی ورسیش قسم به خدا خود ما خود بخاطر که موضوع خوب تحلیل شه که ملامت سلامت خوب معلوم شه ما به خاطر ازی آمده بود که نیکی شه. این اردنا الا احسانا و توفیقا. ما غرض دیگر جز از این که نیکویی و اتفاق نداشتیم. خدا میگن اولئک الذین ایشان کسانی است که یعلم الله ما فی قلوبهم. خدا میداند آنچه که در دلهایشان است اما نفاقشان و خبث باطنیشان. فاعرض عنهم و عظهم. پس اعراض کن از ایشان و با ایشان نصیحت کن و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا و بگو به ایشان در حق ایشان سخن مؤثر. در آخر آیت میگه که و ما ارسلنا من رسول و ما نفرسادیم هیچ پیغمبری را مگر به خاطر از اینکه او را اطاعت بکنین به اذن الله. اطاعت پیغمبر وقتی است که با سنت از او عمل بکنین در تمام ابعاد زندگیتان. ولو انهم ظلموا انفسهم. و اگر آنان وقتی که ظلم کرده بودند امتی پیغمبر اسلام یا کسایی که نو مسلمان میشن ثم جاءوا که یحلفون جاءوا که باز به شما بیا نزد شما فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. از خدا مغفرت بخواه و همچنان از پیغمبر خدا پیغمبر خدا به اونها مغفرت بخواه. لوجد الله تواب و رحیم. هر این میافتن خدا را عفو کنندن و مهربان. در آخر آیت میگن که اگر شما مؤمن کامل وقت شده میتونین که در تمام قضایای زندگیتان پیغمبر سنت پیغمبر حکم قرار بدین. محمد رسول الله میگن فلا و ربک لا یؤمنون. قسم به پروردگار تو که لا یؤمنون مؤمن نمی باشند. مؤمن کامل شما شبودا نمیتونین حتی یحکموک فی ما شجر بینهم تا حکم نگردانن تو را تا حکم نگردانن. چی مانه در تمام قضایا مطابق سنت باید عمل بکنین قرآن و سنت در قضایای زندگی اختلافاتتان. و وقتی که به قرآن و سنت هم عمل میکنین فیصلام میکنین باز به او راضی باشین. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا. باز نیابند در دلهایشان تنگی مما قضایت از آنچه که حکم کردی و یسلموا تسلیما و قبول کنن با رضایت کامل. امی قضاوت پیغمبران به حکم خداست و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحیها. هر کسی که از قضاوت پیغمبر منکر شه کافر است. شما به سلامت. تشکر. ادامه برنامه ما پس از وقفه.
خوش آمدین. اسلام قرآن را به گونه زنده مستقیم از شبکه جهانی رادیو تلویزیون خورشید بیننده و شنونده هستید. جایگاه و منزلت سنت در اسلام و مسئولیت ما در برابر سنت موضوع این مقطع ما هست. تمنا دارم باشید و استفاده کنید. خب چه جایگاه و منزلتی در اسلام سنت نبوی صلی الله علیه و سلم داره؟ بفرمایید. ببینین جایگاه و منزلت سنت در سنت پیغمبر اسلام از لحاظ شریعت، اول خطاعت پیغمبر اطاعت خداست. خب. من یطیع الرسول فقد اطاع الله. و قرآن وحی خداست، سنت هم وحی است. خب. قرآن وحی جلی است و سنت وحی خفی. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. یک موضوع. و قرآن متن است، حدیث شرح قرآن است. خب. و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. یا ایوه الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. خیلی مسائل در قرآن ذکر است مختصرا، مثلا و اقیم الصلاه و آت الزکا و لله علی الناس حج البیت، ولیکن تفصیل صورت عملی، طریقی عملی نماز خواندن، صلو کما رایتمونی اصلی، خذو عنی مناسککم، بی تفصیلش، تشریحش، توضیحش در احادیث پیغمبر است. ما نیاز نسبت به قرآن، به حدیث زیاد نیاز داریم، از خاطر که شرحش است. معلم قرآن پیغمبر بودن که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. مثل که قرآن واجب الاتباه است، حدیث هم واجب الاتباه است. باید پیش و اون وحی است و حدیث هم وحی است. سلامت امی سنت به چند قسم است شما ساعتی؟ یک مورد که مؤکد و غیر مؤکد بگیم. باز علمای فقه ها به حساب اونجا گفتن سنت مؤکد و غیر مؤکد. سنت مؤکدی است که پیغمبر اسلام همیشه او را انجام دادن، صحابه کرام تاکید زیاد شده. این سنت هایی که در پنج وقت نماز میخوانیم. یگان سفر و مریض بودن اونا را ترک کردن، ترغیب و تشویق زیاد کردن که باید بخوان. مثلا رکعتان الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. پیغمبر گفته دو رکعت نماز صبح و سنتش از دنیا و ما فیها کده بهتر. پس تارک همی سنت نماز چیمونه است؟ طور مثال عزیزی پیدا شد در امی روزای اخیر، خوب از روزای پیش بود که در صفحات شما در امی روزای اخیر فتوایی را صادر کرد که اگر سنت خواندنش هم اشکالی نداره. دید و بار شما دیگه ببین فقه های احناف میگن که سنت انجام دادنش ضرور است و وقتی که انسان او را انجام دادن قابل اجر و پاداش است. اگر نداد؟ و اگر نداد در صورتی که از روی عناد و تکبر نباشه عذاب نمیشه. خب. اما عتاب و ملامتی است. موضوع را گرفتیم. در صورت عناد و تکبر یا کسی از روی تکبر و غرور سنت نمی کنه. از روی تکبر نه، اما از روی بیتفاوتی. بیتفاوتی کس عذاب داده نمیشه، اما ملامتی عتاب هست. پس عتاب هم از نظر ادبیات دری، بله بله. اما عتاب عذاب. بله، مطابق فقه حنفی در سنت مؤکد، اما سنت زواید نوافل دو عتاب نیست. بنان ببینیم باز علمای احناف میگن که یکی فرض است، یکی واجب، یکی سنت و نوافل و مستحب. سنت مکمل واجبات است، واجب مکمل فرض است. امروز سنت انجام ندیدی، فردا واجب نمیکنیم. باز پس فردا ترک فرایض است. حلقات شیطانی یا مکمربندای شیطان که یک انسان گمراه میکنه هفت کمربند داره. خواه. اول عقیدت خراب میکنه، اگر عقیده زورش نرسید ترک فرایض، بعد دفتر که فرایض هم زور نرسید ترک واجبات. خواه. در قدم چهارم ترک سنت ها، در قدم پنجم ترک مستحبات. هفت پین کمربند که سر یک انسان مسلمان توانش نرسید به گمراهیش، کمربند ششم اشتغال به مباحات، چیزای مباح که از والذین هم عن اللغو معرضون، اونها را مصروف می سازن. اگر دیام نرسید در قدم آخر مسئله وسوسه است. این حال مسلمان باید سنت تابیداری کنن، اما سنت هایی که تأکید شده فضایل ذکر است. اگر امروز سنت نخوانین فردا واجب ترک میکنین. بنابراین مطابق فقه حنفی خصوصاً همون سنت هایی که فضایلش زیاد در احادیث ذکر است، تاکید زیاد شده، بهتر از باید خوانده شد. در صورتی که سفر می باشه یا مریض می باشین ترک بشه و ترکش هم از روی عناد و تکبر نباشه اشکالش. من یک روز سفر به پاکستان داشتم، این داستان برای شما قصه کردم. در مسیر را در موتر که می رفتیم یکی از دوستا پیدا شد، گفت نباید سنت خوانده شود. من تاکید کردم که باید خوانده شود. گفت وقتی خداوند از حق خود که فرض الهی از نماز فرض میگذره نصف میکنه، چطور از نظر منطق باید استدلال میکنی که سنت خوانده شود؟ این حال میشه که میپرسید آیت قرآن کریم است و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه.
به میاد شریف قصر نماز چیات باید فرض 4 رکعت فرض 2 رکعت بخونه مطابق فقه حنفی عظیمه دی است که قصر خونده شه. باز علما فقها میگن که مسلمان ها ببینن که وقتی که امن و امنیت باشه، موتر در اختیار خودت باشه، سهولت ها زیاد باشه، اگر سنت بخونین بهتر تره. آیا پیغمبر چنین کاری کرده؟ ببینید به در از صحابه کرام، تابعین، علمای اعظم روایت از در صورت که اونها در سفر بودن، امکانات خوب داشته بودن، موتر امکاناتشان امن و امنیت بودن، اکثر علمای دین، فقهای دین خواندن به حساب سلامت و احتیاط هم است که باید بخواند. وجود شما به سلامت. کسی که حدیث و یا سنت انکار میکنه و منکر میشه در آیات شریف که آمن اطیع الله و اطیع رسول، مصادر احکام شریعت که اتفاقی است قرآن، سنت، اجماع و قیاس، این اصولی است که تمام امت اسلامی به این عقیده داره که دلایل احکام شریع اول از قرآن استخراج میشه، در قرآن نبود، در حدیث، اجماع امت و قیاس. کسایی که از قرآن و سنت منکر است، حکمش قطعی است که کافر است. و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم. در پاکستان یک فتنه ای از فرقه است به نام منکرین حدیث، غلام احمد پرویز تحصیل کرده غرب بودن، اونها دعوه چو میکنن تنها ما قرآن قبول داریم حدیث نه، بعکس فتوای تمام علمای کرام. مولانا محمد یوسف بن نوری صاحب یک کتاب نوشته کردن از بیشتر از 100 آیت در رابطه به حجت بودن حدیث که بعد از قرآن مصدر دوم فقه اسلامی ما حدیث است. کسی که از اون منکر میشه کافر مطلق است. سلامت. اینجا یک مورد بسیار جدی هست جناب استاد، فرصت هست انشاءالله با ما. مثلا ما در قرآن کریم داریم که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. قرآن ما نازل کردیم و حفاظت کننده شما هستیم. اما در احادیث ما میبینیم که بسیار دستخوش تغییر و تحول هست. یعنی دست خورد حدیث. طور مثال امیل از احادیثی که به شما اهل سنت مدار اعتبار داره و از ارجحیت خوبی برخوردار هست، زیادی برخوردار دار هست، او احادیث در نزد فقه جعفری یا برادران التشه کاملا به او باور ندارن و برعکس قضیه همچنان. حتی در مسئله نکای متعه شما پیشتر گفتین که به استنادی که برادر فقه جعفری دارن استنادشان بسیار ضعیف هست و از منطق بدور. پس چطور میشه با موردی که دچار تردد هست انکار از او انسان بکشانه به طرف کافر؟ ببین جناب سراسا خود، در کل کلیات تمام فقهای اسلام، امت اسلامی که 8 مذهب فقهی، فقه حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، زیده، عباده، زهیره، همشون به اتفاق و نظر دارن که اول قرآن مصدر تشریع اسلامی است، دوم حدیث. دی هیچ کس که هر کسی که کلمه میخوانن دی اختلاف ندارن. اما در مسئله تدوین حدیث ببین، قرآن کریم در وقت پیغمبر اسلام، بعد از پیغمبر در خلافت ابوبکر صدیق صاحب، حضرت عثمان صاحب جمع تدوین شد. اما احادیث شریف بازی را محدثین کرام بحث ایجاب نمیکنه، وقت ایجاب نمیکنن که به حساب در تدوین حدیث بازی بحث مستقل هستند که تدوین حدیث در وقت خلافت عمر بن عبدالعزیز کنا با والی مدینه امر کردن، امام شهاب زهری صاحب وظیفه دادن که اک تمام احادیث پیغمبر اسلام که اصورن نمشته بکنین، تدوین بکنین در کتاب، و اونا باز تدوین شروع کردن. باز در وقت پیغمبر اسلام هم، در وقت صحابه کرام هم ضبط حدیث وجود داشت، تعامل صحابه، کتاب های خاصه، بعض صحابه کرام بعض رساله ها را نمشته کردن، صحیفه حضرت علی صاحب و صحیفه صادقه از عمر بن عاص بودن به حساب، و صحیفه چندین صحیفه که علما ذکر هستند. بنان باز خداوند کریم به خاطر حفاظت حدیث خیلی صحابه کرام داشتن که همشان نابغه ها بودن. ابی هریره صاحب تقریبا 5374 حدیث یاد داشت، سندن و متنن، حتی ایم و پیم شام یاد داشت که حدیث پیغمبر در کدام حالت گفته. حضرت عایشه صدیقه 2210 حدیث یاد داشت. خدا به خاطر حفاظت حدیث امت رجال و مردها و خانمای را پردا کردن، ضبط حدیث، حدیث و مثل قرآن را حفظ میکردن. دیگه تعامل صحابه، صحابه کرام عاشق پیغمبر بودن، به حساب هر عمل پیغمبر، سنت و قول و فعل و عمل، تقریرات پیغمبر اسلام حفظ میکردن، به او عمل میکردن. کتابت خاصم وجود داشت، ولیکن باز الحمدلله خداوند کریم به خاطر حفاظت دین، حفاظت احادیث خیلی علمایی را پیدا کردن، کنا خیلی کار کردن در جمع و تدوین حدیث، مثل امام بخاری. سلامت باشین، انشاءالله یک روز یک موضوع بله. اگر بتونیم می مورد حدیث بگیریم. خب پس مسئولیت ما در برابر سنت و در قبال سنت، علما محدثین عظام میگن که مسئولیت امت اسلامی خصوصا علمای کرام، هر مسلمان خصوصا علمای کرام در برابر سنت پیغمبر اسلام 4 مسئولیت عمده و اساسی دارن. اول در رابطه با تحقیق در حدیث،
تحقیق در حدیث چی مانه که هر حدیثی را که میشنویم اول تحقیق بکنیم که این حدیث پیغمبر است یا نیست سند و متنش است مثل بعض صوفیه کرام که می نام حدیث شنیده شده می قربان حدیث پیغمبر ولی که شما تحقیق کنید که می آیا حدیث است یا نی حدیث موضوعی نباشه جعل نباشه حدیثی که با خود ایده کار علما هست بله بله مشکل از جناب استاد که اگر باز الحمدلله علما با حساب ما چی کار کردن در جرح و تعدیل روای علما کتاب های نوشته کردن این یک موضوع دوم در رابطه وقتی که حدیث فهمیدن که حدیث صحیح است سند و متن صحیح است شما فهم درست قرآن کریم فهم درست حدیث حدیث سه یاد بگیرین سوم التزام و عمل به حدیث چهارم در بخش نشر و تبلیغ حدیث کار بکنین علمای کرام ببینین تا که امت به قرآن و حدیث اصلاح نشه توسط دیگه چیز اصلاح نمیشه درس قرآن درس حدیث درس سیرت درس فقه در مساجد حلقات درسی داشته باشیم تا که به خاطر اصلاح و سعادت دارین امت اسلامی شما به سلامت تشکر استفاده کردیم جان صد خدا شما سلامت داشته باشه پایان برنامه امروزی خود هستیم. تشکر از شما هم در هر کجایی که هستین اگر در داخل هستین یا در بیرون هستین خوش باشین صحت سلامت باشین امیدوارم استفاده کرده باشین که کردین انشاءالله صفحه فیسبوک ما را فراموش نکنین اسلام فاصله و فاصله قرآن با شما تماس هایی در خدمت شما هست ختم برنامه انشاءالله 0782-2247 هم شماره تماس واتساپ ما هم شماره تماسی که میتونید تماس بگیرید به این برنامه تا دیدار بعد الان نگهدار